سلام و خسته نباشید به همه ممبرهای کانال یوتیوب خدای جنگ فارسی. این ویدیو اولین ویدیو اختصاصی کانالی که تمام کارش خودمون انجام دادیم و تو این ویدیو قراره که داستان خدای جنگ رگناروک رو نقد و بررسی کنیم. پس حواستون باشه که این ویدیو با اسپویل زیادی ساخته شده. قبل از اینکه شروع کنیم خواستم این ویدیو رو به محسن شکاری عزیز تقدیم کنم که یکی از طرفداران سری بازی خدای جنگم بود ولی متاسفانه به نامردی جونش ازش گرفتن. این شخص میتونست هر کسی از ما باشه ولی کن ما اینجا تا آخر آزادی ایران خواهیم ایستاد و انتقام خون عزیزانمون رو خواهیم گرفت به امید آزادی کشورمون. و همینطور برای ادای احترام به محسن شکاری عزیز اول این ویدیو رو به ویدیویی از محسن شکاری عزیز اختصاص خواهیم داد. تو تکس ساری منی به خدا ناز تو چشمات تو به دنیا نمیدم حالا من یه آرزو دارم تو سینه که دوباره چشم من تو رو ببینم حالا من یه آرزو دارم تو سینه که دوباره چشم من تو رو ببینم. خب تو این ویدیو قراره که دو نقد متفاوت از داستان بازی خدای جنگ داشته باشیم، یکی منفی یکی مثبت، که یکیش نظر صاحب کاناله، دیگری نظر خودمه که صداگذار این ویدیو هستم که من مثبتاشو میگم صاحب کانالم منفیاشو. پس شروع میکنیم با نقدهای منفی. خب قبل از اینکه نقدهای منفی شروع کنیم میخوام بهتون بگم که بازی ما رو چند بار ترور کرده یا همون مسخره خودش کرده و یادتون باشه که کارگردان بازی قبل از انتشار بازی گفته که رسما فریوسور دو باسوایت اول بازی خواهم بود و این شروع کننده ترول ها خواهد بود. خب اول بازی جایی که بازی به ما گرگی نشون میده به اسم فنریر که فنریر تو اساطیر نورس پسر لوکی و پدر اسکول آتی هستش، اما ما میدونیم که استودیوی سانتا مونیکا همیشه قصه رو به سبک خودش تغییر میده. ولی چیزی که منو عصبی کرده اینه که این گرگ بدون هیچ توضیح اول بازی قرار داده شده و هیچ داستانی پشت سر پیدا شدن این گرگ و نامگذاری این گرگ حتی به ما گفته نشده. خب میریم جلوتر، جایی که برای اولین بار فی رو توی کابوس کریتوس میبینیم. برای اولین بار دیدن فی انتظار یه سکانس دست اول رو داشت، طراحی دلبرانتر، جنگجوتر، و چیزی که ما دیدیم یه زن ظریف که هیچ نشونه‌ای بر اساس گفتهای میمیر و دیگران در او دیده نمیشه. جلوتر میبینیم خوابی که آتروس تو بازی قبلی دیده بود بالاخره به حقیقت پیوست و سور میاد جلوی خونه ما و بهمون شراب تعارف میکنه و بعد از یه سری دیالوگایی که حتی خود نویسنده ها مطمئنا نمیدونن چی داشتن مینوشتن بالاخره خدای خدایان اودین میاد جلو. ولی چه اودینی؟ اودینی که ما میبینیم یه پیرمرده که حتی کاراکترش هم طراحی خیلی بدی داره، چه برسه به شخصیت پردازی که در ادامه راجبش توضیح میدیم. خب بعد از یه سری گفتگو و جواب نشنیدن اودین از کریتوس به پسرش میسپاره که با اون جنگ رو شروع کنه یا به عبارتی اون رو از خونه دور کنه که اودین و آتروس تنها بمونن. اینجا جایی میرسه که کارگردان اریک ویلیامز میخواد مثل بازی قبلی یه جنگ خفن که با بالدور داشتیم اینجا هم به ما بده، ولی نه تنها این سکانس فایت و مبارزه با سور مسخره و احمقانه بود، بلکه حتی دیالوگ رد و بدل شده بین این دو خدا به شدت مضحک بود. و تنها چیز خفنی که تو این سکانس دیدیم نیمه مردن کریتوس به دست سوره و بعد از چند دقیقه جنگ کردن سور که از کریتوس یه مش میخوره و یه دندونشو میکنه و با کریتوس خدافظی میکنن به آسمان پرواز میکنه. خیلی جلوتر تا جایی که قرار دنبال تیر بگردیم، جایی که بعد از کلی گشتن بالاخره تیر که نه تیر بلکه اودین خودش جای تیر غالب کرده رو پیدا میکنیم. خب تا اینجا ما فکر میکنیم تیر چقدر شخصیت ترسوی داره و چرا خدای جنگ این شکلیه، که بعد میفهمیم که تیر همون اودینه. که اینجا اینم یادتون باشه. میریم جلوتر و میرسیم به یکی از بزرگترین چالش های سری بازی های خدای جنگ، یعنی بازی کردن با شخصیتی غیر از کریتوس. به شخصه با این چالش هیچ مشکلی در کلیت ندارم و من حتی دوست داشتم با شخصیت فی هم بتونیم بازی کنیم، ولی چیزی که من آزار میده اینه که شخصیت آتروس بدون هیچ دلیلی خیلی قویه. یعنی موقعی که من بازی کردم روی هر درجه که تست کردم با آتروس دشمنم حساب خوردن میمردن و این به شدت بازی کردن با آتروس برای من بی‌معنی‌تر از همیشه میکرد.
خب اینجا جایی که فریا رو میبینیم، مادری که در بازی قبلی پسرش رو کشتیم و هم به ما قول داده شد یکی از بوسای بازی خواهد بود، که اینجا به جای اینکه بزنه آسوس رو به خاطر قتل پسرش بکشه، بول مکالمه میکنه و بعدش هم به جای دیدن گردنبندی که نوک تیرکمانش تلسم پسرش رو شکون، عصبانی تر بشه بازم به رحم اومد و گذاشت آتروس بره. میریم جلوتر، جایی که به مسخره ترین نوع ممکن بازی ما رو به یوتونهایم میبره و اینجا دومین ترول رسمی بازیه. وقتی شما این سکانس رو با خودتون میبینید، فکر میکنید که نویسنده ها هیچ ایده‌ای با خودشون نداشتن و گفتن چطوره که ما آتروس رو بدون هیچ دلیل پرت کنیم تو یوتونهایم. بریم جلوتر، جایی که با آنگر بودا آشنا میشیم. حقیقتش برای من مهم نیستش که شخصیت آنگر بودا چه رنگی یا چه شکلیه یا هر چیز دیگه ای، برای من بیشتر شخصیت پردازیه، جایی که هیچ کدوم از کاراکترها یه شخصیت پردازی درستی ندارن. شما اگه به بازی قبلی نگاه کنید میبینید که کوری بارلو چطوری شخصیت پردازی کرده، جایی که بهترین بازیگر توی یکی از مراسم‌های مهم دنیای گیم صد و پیش بارلو شد، که این شخصیت یکی از بهترین شخصیت پردازی‌ها رو تو کل سری بازی خود جنگ داره و همین یه دونه شخصیت پردازی بارلو به تمام شخصیت پردازی های کاراکترهای رگناروک میارزه. بعد از یه چرخش وسط سرور طولانی، جایی که بازی داره تلاش میکنه بدون دلیلی رابطه بین آنگر بودا و آتروس ایجاد کنه، بیشتر مخاطب رو از این رابطه زده میکنه و مخاطب دلش میخواد که زودتر این بخش تموم شه. خب بعد از یه سری مکالمات به آنگر بودا بالاخره صفحه کامل پیشگویی که قبلا توی سرزمین یوتونهایم دیده بودیم رو اینجا کاملش به ما نشون میده، که میبینیم توی پیشگویی آتروس به یار اودین تبدیل میشه و اودین از او سوء استفاده میکنه و تو انتها کریتوس در دستهای آتروس و به دست چیزی که از همون اول هم مشخص نبود چیه کشته میشه و سور بالای سر اونها ایستاده. خب اینجا یکی از چند داستانیه که بازی ما با گفته که میخوام یادتون بمونه، یکی از این پیشگویی‌ها و دیگری کل هدفی که کریتوس و آتروس دارن، یعنی متوقف کردن رگناروک. میریم جلوتر، جایی که بازم با نویسندگی از جولونا سرسری، آتروس و آنگر بوده به صورت دابل لاف روح یکی از ماربلا رو درون ماری میکنن، که ما میدونیم ایشون همون مار بزرگ جهان یورمونگانده و بعد از بخشیدن رو تو این جسم مار همینطوری میذاره و میره. آتروس به شکل پوکر فیس سورانه ای با یه جمله میخواد تعجبش رو نشون بده، بعدم میذاره میره و از این قضیه هم ناراحت میشه و فکر میکنه لیاقت استفاده از ماربلا رو نداره. به همین مسخرگی که آدم احساس میکنه یه پسر 5 ساله داره داستان خود جنگ رگناروک رو مینویسه. و بعد از این قسمت به یکی از مسخره ترین سکانس جنگ تاریخ بازی رگناروک میرسیم، مبارزه با مادر بزرگ آنگر بودا که با یه قابلمه جادویی به ما حمله میکنه. بالاخره بازی با آتروس تمام میشه و میرسیم به کریتوس. خب اینجا جایی که بالاخره یه سکانس قوی فایت داریم، چیزی که اول کریتوس و آتروس فکر میکنن والکری فرستاده شده توسط اودینه، ولی فریا که میخواد انتقام قتل پسرش از ما بگیره، که در آخر زمانی که آتروس به خرس تبدیل میشه میخواد به فریا حمله کنه، کریتوس نمیخواد به فریا حمله کنه، جلوی آتروس میگیره و به همین راحتی فریا طی حرکت فیلم ایرانی طور تحت تاثیر کریتوس قرار میگیره و همه چی به خوبی خوشی تمام میشه. و فریا که قرار بود باسه بازی باشه به رفیق جونجونه کریتوس و به مولا تهش باطن تبدیل میشه و بازی سومین ترول خودشو به مخاطبا نشون میده. خب هدف الان ما تبدیل میشه به رفتن به وانه های ما، آزاد کردن فریا از تلسمی که اودین برش گذاشته و اونجا ما فریار داداش فریار میبینیم که اون و متحدانش هم شخصیت پردازی جالبی ندارن و یک دیدار و گفتگوی بسیار معمولی و پشت سر میذارن. در آخرم تلسم فریا شکسته میشه و فریا کریتوس رو میبخشه به خاطر قتل پسرش. خب بچه نتیجه میگیریم که اگر یه روز یه نفر پسرتون رو کشت، اگه بعدش به شما خوبی کرد، یادتون باشه ببخشینش و بهش بگید فدای سرم که پسرم مرده، خودتو عشق داداش. بالاخره چیزی که سالها منتظرش بودیم بازی به ما نشون میده، یعنی آزگار. شخصه اولش که وارد آزگار شدم یه کوه بلندی جلوم دیدم و فهمیدم آزگار پشت اینه، هیجانم بیشتر شد و گفتم قراره یه چیز باشکوه ببینم. با آسمان که دیدم پل رنگی کمونی معروف آزگارد اونجا بود و با خودم گفتم احتمالاً موقعی که با کریتوس وارد آزگارد میشیم از روی اون پل گذر میکنیم، ولی جلوتر که رفتم چند چیز بودن که هم من ناامید شدم هم بازی ترولاش بیشتر و بیشتر شدن. اولین چیز شخصیت اسکیولدیر بود که در اساطیر نورس این شخصیت بزرگتر و پادشاه تمام نروژ بود، ولی اینجا یه پسر بچه روستایی که به طور خودجوش با آتروس طرح مرام معرفتی را میرزه با هم دوستای جونجونی میشن. بعد از این ناامیدی بعدی شخصیت هایمدال بود که او هم مانند اسکیولدیر
توی اساطیر نورس بزرگتر، قویتر و با کلاهخود و شیپور بزرگ خود معروف بود، ولی تو رگناروک او یه پسر بچه مغرور و تخصه که کورکورانه از دستورات اودین حمایت میکنه و براش جونش هم میده، چیزی که هایمدال به یکی از بدترین شخصیت‌های بازی تبدیل میکنه و به اضافه شخصیت پردازی مزخرفش، خب من میتونستم با این کنار بیام تا اینکه بازی چهارمی ترولشو محکم به صورتم زد و چیزی که نشونم داد یک روستا به اسم آزگارد بود. بله، یک روستا که به احمقانه ترین شکل ممکن طراحی شده بود، که دوست دارم بدونم طراح قبل از طراحی آزگارد چی زدن که همچین آزگارد مزخرفی رو تحویل مخاطب بدن. شما خودتون آزگارد رو با بقیه آزگاردهای به تصویر کشیده شده تو بازی یا فیلم‌های دیگه مقایسه کنید، یا حتی با همین کوه المپ مقایسه کنید، خودتون از شدت مسخره بودن آزگارد خندتون میگیره و واقعا بازی نشون میده به صورت سرسرانه ساخته شده و برای مخاطب ذره ارزش نداره. جلوتر میریم، جایی که با شخصیت سیف، زن سور و دختر سور یعنی ترود ملاقات میکنیم، که انگار نه انگار دو تا از اعضای خانوادهشون رو کشتیم و فقط تنها ریاکشنشون عصبانی شدن زودگذره. جلوتر میریم، جایی که اودین ما رو به مأموریت تکمیل ماسک میفرسته، جایی که آتروس شمشیر اینگرید که متعلق به فریر هست و از اودین قرض میگیره و با سور به مأموریت فرستاده میشه. میشه گفت یکی از چند احمقانه ترین کارهای کارگردان گشت و گذار با سور برای تکمیل مأموریت آتروسه که به شکل مزخرفی طراحی شده و جوری راجع به جنگ‌های اتفاق افتاده صحبت میکنن که انگار دارن یادی از گذشته میکنن و به شدت مضحکه. خب دوباره به کریتوس برمیگردیم، جایی که قراره با فریا به دنبال خواهران سرنوشت بریم. اما بذار قبل از اون یه سر بزنیم به سگانه دنیای یونان، جایی که ما با خط داستانی به مکانهای جدیدی میرفتیم که هیچ وقت تکراری نبودن و هر بار که با خدایان و خواهران سرنوشت و دیگر موجودات سر و کار داشتیم همیشه لوکیشن های بازی جدید و طراحی آنها به شدت زیبا بود. اما توی رگناروک ما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم و ما قلمرو رو داریم، ولی جایی که خدایان یا خواهران سرنوشت هستن جایی درون همون قلمرو تکراری که دو بازی هستش کل اون رو زیر رو کردیم و فقط توی یه مکان مخفی تو اونجا لونه کرده بودن، که بعد از سوار اسب شدن و رفتن به زیر آب و پیدا کردن لونه خواهران سرنوشت صحبت هایی رو میشنویم که بازم انگار نویسنده یه بچه 5 ساله است و تمام حرفشون اینه ما همه چی رو میبینیم چون انتخابتون ساده است و کریتوس هم همیشه خدایانو میکشه و همیشه هم مجلو میمونه و از اینجور چیزا دیگه، که قبل از شروع رگناروک تا الان ما چنین چیزی اصلا ندیدیم، نه حتی یه قطره خون خدا یا شخص دیگه‌ای بجز دشمنان معمولی بازی. خب میخوام این حرفشون یادتون بمونه که به کریتوس میگن پسر تو توسط هایمدال کشته میشه، که اینم اضافه میشه به پیشگویی‌های مرگ کریتوس و هدف متوقف کردن رگناروک. قراران سرنوشت نورس هم به بدترین شکل ممکن نشون داده شدن و بعدش هم رفتن و دیگه هیچ نقش تو بازی ندارن و اینم پنجمین ترول بازی. خب میریم جلوتر، جایی که کریتوس فقط به خاطر پیشگویی خواهران سرنوشت میخواد سلاحی به دست بیاره که جلوی هایمدال بگیره یا به عبارتی اونو بکشه. کریتوسی که اگه یادتون باشه توی نسخه دوم به هیچ کدوم از حرفای خواهران سرنوشت اعتقادی نداشت و توی یه حرکت نشنیدم طور و گیگوچدی خواهران سرنوشت رو روانه مرگ میکنه، ولی کارگردان انگاری این قسمت رو فراموش کرده و کار خودش رو بدون منطق ادامه میده. خب سلاح کریتوس توسط لیدی ساخته میشه و این وسط هم متوجه میشیم که براک قبلا مرده بود که به دست سیندری دوباره زنده میشه، که به نظرم این داستان زمانی نوشته شده که کوری بارلوک به ریک ویلیامز میگه تو باید دوتا تصمیم توی بازی بگیری، یکی اینکه براک بمیره و دیگری زمانی هستش که آتروس از پیش کریتوس میره. به همین دلیل نویسنده برای اینکه مخاطب از مرگ براک ناراحت نشه و دلیل برای مرگ او داشته باشه این داستانو میارن وسط، که این شخصیت یه بار مرده، که این دلیل ساده ترین دلیلی میتونست باشه که یه نویسنده بیاره، که اینجا تیم نویسنده ضعیف ریک ویلیامز نشون میده. میریم جایی که بازم فلشبک زده میشه به زمانی که آتروس به دنیا اومده و هنوز چیزی راجع به آشنایی کریتوس و فی و همچنین چگونگی سفر کریتوس به این سرزمین به ما گفته نشده، که امیدواریم حالا که سریال خود جنگ داره ساخته میشه و تهیه کننده اون کوری بارلوک هستش، امیدواریم به این سوالات پاسخ داده بشه و همچنین به شخصه فکر میکنم بهترین گزینه برای ایفای نقش کریتوس جیسون مومو باشه. خب میریم جلوتر، جایی که باز بازی با یه بهونه دلیل خودشو برای روانه کردن ما بلهایم مشخص میکنه و اونم کامل کردن ماسکه،
که بعد آتروس متوجه میشه رلم و اشتباهی ترجمه کرده و اونجا جایی که ما بازم بدون اینکه شخصیت گارمو بشناسیم بدونیم کیه و اصلا چرا زندانی اون رو آزاد میکنیم. و بعدتر از اون گارم توی اساطیر نورس یه گرگ وحشی شناخته میشه که نگهبان هلهایم و یکی از زیردست‌های هل ملکه هلهایم هستش که ما اونو اصلا تو بازی ندیدیم، به علاوه خدایان دیگری که در ادامه نام میبرم. خب بعد از آزاد کردن گارم میریم که اونو بکشیم و میکشیم، ولی بازم نویسنده نمیدونم چیه اونو دوباره زنده کردن و دوباره ما باید با گارم بجنگیم و این دفعه هم اون نمیره و در عوض روی فنریر که اول بازی درون چاقوی ما رفته بود الان از همون چاقو به بدن گارم میره و اون تبدیل به فنریر میشه به همین سادگی و مسخرگی دوباره. و این نشان دهنده تنبلی تیم سازنده است. به جای اینکه دو گرگ غول پیکر بسازن و یکی یار کریتوس و دیگری دشمن، یه گرگو ساختن و اون رو از شخصیتی به شخصیت دیگه تبدیل کردن. و باز هم جلوتر میریم جایی که بازی ششمین ترول خودش رو به ما نشون میده. هیچ وقت و هیچ وقت فکر نمیکردم که اسکول آتی دو گرگ افسانه ای اساطیر نورس یکی از ارکان مهم رگناروک هستن رو اریک ویلیامز از اونا فقط برای استفاده کردن شب و روز اونم فقط توی وانهایم استفاده کنه، ولی اریک ویلیامز به بدترین شکل ممکن تونست این کارو کنه و نشون بده هیچ توانی تو کارگردانی نداره، مخصوصا که استودیو با کارگردان کردن اریک ویلیامز گور خودشو کند و بازی که میتونست به یکی از بهترین نسخه‌های این فرانچایز تبدیل بشه به بدترین بازی از نظر داستانی، پایین‌تر از همه بازی، حتی برای من پایین‌تر از خود جنگ بسرایال که مال سیستم عامل جاوا هست تبدیل کرده. خب جلوتر میرم و با هایندا روبرو میشیم. شاید اگر قبل رگناروک میگفتی تنها باس فایتی که توی طول یک بازی خدای جنگ به دست کریتوس میمیره فقط 3 نفرن، بقیه بهت میخندیدن و مسخرت میکردن، اما توی رگناروک تنها باس فایتی که در طول داستان بازی به دست کریتوس میمیرن یکی هایندله و دیگری دو والکری هیست و میست هستن که کل فایت هایمدال فقط در حال جا خالی دادن از کریتوس و بعد از یه مدت با یه سری حرکات که حتی در حد یه انمی ساده نیستن، چه برسه به این که یه باس فایت بازی اون رو جلوی ما قرار میده و این مبارزه رو خسته کننده ترین مبارزه بازی بعد از جاینت مادر بزرگ انگر بودا میکنه و تنها دلیل کشتن اونم به خاطر پیشگویی خواهران سرنوشت بود. این پیشگویی هم همینجا به پایان میرسه و خواهران سرنوشتم هم عملا نقش هویج رو تو بازی ایفا میکنن و این هفتمین ترول بازیه. خب بعد از کشتن وحشیانه هایمدال به دست کریتوس، کریتوس شیپور هایمدال رو برمیده رو ادامه میده. خب در ادامه بازم کنترل شخصیت آتروس و باز هم روستای آزگارد و باز هم نتیجه بیفایده بازی برای شخصیت پردازی سور و یک شکست در نویسندگی دیگر. این دفعه آتروس میخواد ماسک رو کامل کنه و این کارم میکنه، اما اینجا بازم جایی که میخوام یادتون بمونه که سیف از سور میخواد که انتقام قتل پسرشو از آتروس بگیره و برای اینکه خشم سور رو بیشتر کنه به اون میگه که این پسر داره دخت از تو دور میکنه و همین باعث میشه سور بخواد آتروس رو بکشه، اما آتروس هم رو با اون ماسک فرار میکنه و اینجا یکی از صحنه‌های بزرگ بازی با بدترین روایت ممکن اتفاق میفته، جایی که دومین اتفاقی که کوری بارلوک اون رو به تیم سازنده گفته بود انجام بدن و اونا از مرگ براک به عنوان وسیله‌ای برای شروع رگناروک استفاده کردن که این مسخره‌ترین دلیل برای شروع رگناروک میتونست باشه. حتی کریتوس وقتی میدونست پسرش توی آزگارد و ممکنه براش اتفاق پیش بیاد حاضر نشه یه راهی پیدا کنه بره آزگارد پسرش رو نجات بده. کریتوسی که من میشناختم همه چی رو برای پسرش به هم میریخت، ولی تو این قسمت به دلیل نویسندگی بد هیچ چیز سر جای خودش نیست. به خاطر همین من رگناروک رو به عنوان یه سردرد بزرگ خطاب میکنم، جایی که بازی تکلیفش با خودش هم مشخص نیست. خب براک هم به دلیل زرنگی که بین 4 خدای دیگه داشت که خیلی سنگینه این حرف، شما فکر کن 4 خدا باشن متوجه سوتی تیر نشدن، فقط براک متوجه شده باشه و مچ تیر رو بگیره و حتی اولین هم ماسک که برمیداره بدوزه توسط کریتوس جلوش گرفته میشه و ماسک پیش آتروس میمونه و این قسمت هم به هفتمین ترول بازی تبدیل میشه. خب میرسیم به سورتور. یکی از ناامیدی های بازی سورتوره که توی اساطیر نورس یه شخصیت غول پیکر داره که زمانی که رگناروک شروع میشه آزگارد رو نابود میکنه و توی بازی رگناروک این شخصیت با این عنوان که خود او به رگناروک تبدیل میشه و کل شخصیت سورتور و قسمتی که سورتور توی اون هست با کمترین دیالوگ و داستان
تموم میشه و این هم هشتمین ترول بازی برای طرفدارانشه. میرسیم به دو باس فایت والکری میست و هیست که شاید با تلخترین حالت ممکن میشه گفت این دو والکری تنها کسایی هستن که فایتشون قشنگ بود و همچنین باس فایت هایی بودن که توی آخر مثل هایمدال به دست کریتوس میمیرن. خب اینجا هم جایی که ما سورتو رو به رگنوروک تبدیل میکنیم و کل هدف بازی همینجا نابود میشه و اینم نهمین ترول بازی. خب به پایان داستان بازی نزدیک میشیم، جایی که میخوایم با ارتشمون با آزگارد حمله کنیم و وقتی وارد آزگارد میشیم به جایی که از پل رنگی کمونی رد بشیم دوباره از پایین دیوار آزگارد رد میشیم و عملا اون پل رنگی کمان توی بازی دکوریه و میتونی نگاهش کنی و ببینی که تیم سازنده داره بهت میخنده و خب اینم دهمین ترول بازی. خب جنگ شروع میشه، یورمونگان دیوید کاپرفیلتور یو ظاهر میشه و میره با سور میجنگه و اینم یازدهمین ترول بازیه. اینجا ترولا بیشتر و بیشتر میشن و فرمری رماشبه یورمونگان وارد رگناروک میشه و اینم دوازدهمین ترول بازی و بعد از اینم رگناروک یا همون سورتو رو تو قالب یه نیمتنه به بالا با یه طراحی زشت و بچگانه میبینید که اینم سیزدهمین ترول بازی حساب میشه. خب جلوتر اگه یادتون باشه گفتم حرفای سیف یادتون باشه که به سور گفت. در اینجا میبینیم که بازی 180 درجه داستان چرخونده و با یه حرکت رونالدینیویی سیف که به همسرش گفته بود آتروس رو بکشه اینجا به دخترش میگه آتروس داره حقیقت رو میگه و اودین آدم بد است و لازم نیست چیز دیگه ای اضافه کنم. خود این سکانس به بزرگی خودش مسخره هست و اینم 14th ترول بازیه. خب بعد از این سکانس میرسیم به سکانسی که توی طول بازی منتظرش بودیم، جنگ خونه سور و کریتوس که شاید در حد جنگ اولیه کریتوس و بالدور هم نبود که آخرش هم به قول یکی از ممبرهای کامیونیتی خود جنگ که میگفت کریتوس شده بود سفیر عشق و همه رو به دوستی دعوت میکرد، سورو خواست تبدیل به رفیق جونجونیش کنه که اودین میرسه و سورو میکشه. خب بعد از مرگ سور که 15th ترول بازیه میرسیم به جایی که فکرشو میکردیم بالاخره این ماسکی که این همه تلاش کردیم به دستش بیاریم بتونیم ازش استفاده کنیم، اما نه، این ماسک معروف لوکی به دست خود لوکی میشکنه و بازی 16th ترول خودشو به نحوه بری به بازیکنها تبدیل میکنه. یعنی فکر کن این همه وقت بذاری آتروس رو تحمل کنی بری تمام قطعاتش رو پیدا کنی آخرم ماسکو میشکنه جوری که اصلا انگار مهم نیست و پیشگویی هم عوض میشه و این اودینه که در دستان آتروس میبیره و اونی هم که جلوشونه سور نیست و کریتوس و عملا هیچ پیشگویی تو بازی به جز نابودی آزگارد به دست سورتور هیچ وقت درست نبود و این 17th ترول بازیه. من یادمه توی نسخه یونان یه دونه پیشگو بودش که تمام پیشگوییش درست بود و چیزی که ما توی اصلا نسخه نورس هیچ وقت شاهدش نبودیم. خب تو آخر هم که تیم سازنده نمیدونه برای پایان بازی چگونه یه نابودی آزگارد برنامه بشینه با یه صفحه سفید و با سوء استفاده از بردن شخصیت آتروس تو حالت بیهوشی سر هم بازی میپیچونن و تو آخر هم آتروس بلند میشه خدافظی میکنه و میره و بازی مثل فیلمای اصغر فرهادی با پایان باز تموم میشه و اینم 18th ترول بازی بعد از داستان اصلی. شاید الان فکر کنید تیر اصلی کجاست؟ خب باید بهتون بگم تیر اصلی توی نیفلهایم زندانی شده که بعد از آزاد کردنش که شاید فکر کنید الان اتفاق بزرگ میفته ولی زرشک که بازی 19 ترولش هم نشون میده و ما هر جا میریم دعاشو مثل رایبای چینی در حال مدیتیشنه و 20th ترول بازی هم مربوط به ملکه جدید والکریا گناه که میشه گفتش سخت در این باس بازیه ولی بازم ما اون رو نمیکشیم. کلی چیزهای مسخره توی ادامه ازش که خلاصه‌شون رو بهتون میگم. اولش یورمونگانده زمان خودمونه که به خواب زمستونی رفته و خروس و هلهایم بازی قبلی که اونم قراره کل هلهایم باز وجود رگنار خبر کنه که انگار اونم دکاری بودش. دیگری به ذکرهای بازی هستن که مثلا میخواستن جای والکریای بازی قبلی رو بگیرن ولی یه کپی ناموفق بودن و نشون ندادن والهالا توی بازی و تمام شخصیت هایی که توی رگناروک نشون داده نشدن مثل هل، ملکه هلهام، نیورد، براگی، هودر، ویدار، اولر، فورسلی، والی هونیر، مانیساگا، آیار، گفیون، فولا، سیوفن، لوفر، ور، وور، سین و کلی دیگه از شخصیت های اساسی نورس که متاسفانه تو بازی نشون داده نشدن. خب بعد از این همه نقد منفی نوبت به نقد خودم که صداگذار ویدیو هستم رسیده، یعنی نقد مثبت داستان بازی گاد آف وار رگناروک.
همیشه گفته میشه بازی یا فیلمی که توی شروع جذابیت بالایی داشته باشه 80% مسیر درست میره، این برای رگناروک به صورت جدی صدق میکنه. رگناروک با شروع انقلابی طوفانی خودش به جرات میتونیم بگیم بهترین 2 ساعت اولیه تاریخ ویدیو گیم رو تو ابتدا ارائه داد. شما از همون استارت بازی با گرافیک فوق‌العاده شاهکار بازی روبرو میشید و تو عین توجه توی 1 دقیقه بازی شاهد یک نبرد فوق‌العاده با فریا هستیم که نوید بخش یک اثر فوق شاهکار میداد. در ادامه بازی شاید با یکی از جنجالی ترین تصمیم های سانتا مونیکا در توصیف داستان بازی همراه بودیم که در عین تعجب شاهد مرگ فنریر هستیم. پس از مدت گشت و گذار توی روند بازی شاید چیزی که بیشتر از همه چی حس میکنیم تنوع دشمنانه و روحیه خشن رگناروک. تو همین حین دیالوگ ها لحظه به لحظه حماسی تر و احساسی تر میشن. میرسیم به ملاقات اولیه با سور که همه که تصور این لحظه رو میکردیم که واقعا بی نظیر بود. اینقدر غرق توی رفتار اوباعت سور و دیالوگ های تخریب کنندش بودیم که شوکی دیگر وارد شد و اون چیزی نبود جز رونمایی از آلفادر یا اودین. بقیده من قطعا ریچارد شیف، اگر بهترین سال پیش بازیگر توی سری بازی خود جنگ نباشه قطعا جزو بهترین هاست. و باز هم دیالوگ های شاهکار و در نهایت میرسیم به باس فایت اول بازی، یعنی سور. چی میتونم بگم؟ فقط اینو میتونم بگم که یه سری اشاره به برخی پازل های داستانی توی دیالوگ های سور شد که با دقت به اونها میتونیم به خیلی از مفهوم های عمیق رگناروک پی ببرید. در این حد میگم و دیگه نمیتونم توصیف کنم. شاید پیدا کردن تیر و دیدن این کاراکتر پر اهمیت یکی از جذابترین صحنه‌های گاداوار رگناروک رو خلق کرد. اتحاد دو خدای جنگ زمانی جذاب میشد که تیر واقعا خدای جنگ بود، نه یه سرباز ترسو. در ادامه واقعا توی آلفام یکی از بیهوده ترین مراحل بازی رو پشت سر گذاشتیم و به نظرم توی این مرحله آقای اریک ویلیامز فقط تفکرش این بود که یه مرحله ای هم توی آقای آلفام داشته باشیم خوب تمام. در یوتون های من مثلا نفهمید چطور یه و این لوکی اصلا واردش شد. به طور عجیبی کلا مسیر بازی عوض شد و میتونم بگم این قسمت جز سری بازی گاداوار محسوب نمیشه و بسیار کسل کننده و خسته کننده است. آش تو قرار بود که نقد های مثبتو بگی ولی مال تو همش منفی شد. اصلا از اینم بگذریم. در ادامه روند داستانی هی کنتر و کنتر میشد تا اینکه فریا ناجی این روند شد و با اتحاد دوبارش با کریتوس روی تازه به روند بازی داد. در مرحله وانهایم واقعا بعد دیگه ای از زندگی فریا رو دیدیم و در ادامه بالاخره با یکی از خدایان ونیر یعنی فریر آشنا شدیم که این آشنایی به نظر جذاب میرسید. کمک کردن کریتوس به فریر توی رگناروک خیلی به ذهن طرفداران این بازی نزدیک نبود، ولی کریتوس با کمک به فریر و رهایی او از دست تلسم اودین فریر رو دوباره به همون ورژن 2018 برد. خب میرسیم به آتروس و آزگارد. شاید خیلی عجیب به نظر میومد که آتروس به تنهایی به آزگارد بره و سوالاتی هم اینجا مطرح است که آیا کریتوس به اندازه واقعا قدرت نداره که بچهشو کنترل کنه و واقعا برعکس مراحل قبل چرا کریتوس اونچنان پاسخ به اقدامات آتروس نداد؟ خب داستان به جایی میرسه که توی اولین ملاقات آتروس و هایمدال خیلی عجیب، هایمدال توی ابتدا به لوکی یا همون آتروس خودمون اعتماد میکنه و اونو میبره توی دهکده. آقا جان تا یادم نرفته یه پیام دارم برای آقای اریک ویلیامز عزیز که اون پل رنگین کمانی رو به یه ورش هم نگرفت و هیچ استفاده از پتانسیل بالای آزگارد نکرد. برای داشتم میگفتم که آتروس توی ادامه با آشنایی بیشتری با خدایان ایسیر همراه میشه. این یه حرکت قشنگی بود که آقای اریک ویلیام زد، یعنی آوردن آتروس به آزگارد و آشنایی با زندگی خدایان ایسیر و بودهای دیگری از اخلاقها و رفتارهای این خدایان. شاید اگر آتروس قابل کنترل نبود و بازی یک نواخ با کریتوس پیش میرفت و آتروس به آزگارد نمیومد ما دیگه به این اندازه با خدایان ایسیر آشنایی نداشتیم و کلی سوال میموند. پس این حرکت سانتا مونیکا واقعا بی‌نظیر بود. توی هلهایم جریان بازی کمی کند شد تا اینکه به اشتباه گارم و ما آزاد کردیم، یعنی کسی که میتونه با ایجاد حفره هلواکرها رو وارد دنیای هلهایم کنه و هلهایم رو نابود کنه. تو این لحظه جریان بازی افزایش پیدا کرد. توی ادامه با اتحاد دوباره کریتوس و آتروس کمی اوضاع بهتر شد و حرکت زیبایی که سانتا مونیکا تو این هنگام زد و فنریر رو با نقشه زیرکانه به رگناروک برگشت داد واقعا فوق‌العاده بود. قسمت پیشبینی مرگ آتروس توسط خواهران سرنوشت نورس واقعا شاهکار بود و این قسمت یکی از به یاد ماندنی ترین قسمت های بازی شد. توی ادامه با پیدا کردن جدیدترین سلاح سری بازی گاداوار یعنی نیزه درافنیر روند بازی فوق‌العاده شد و ایده حل کردن پازل ها با این نیزه جالب به نظر می رسید. یک کم میریم جلوتر و میرسیم به نبرد کریتوس و هایمدال و در ادامه آزادی فریر. همینجا میگم که واقعا به نظرم هایمدال پتانسیل اینو داشت که 2 باس فایت ازش تو بازی ببینیم و واقعا طراحی بهتری داشته باشه، ولی خب
همینم هم خوب بود. کریتوس بالاخره اینجا به همون ورژن قدیمیش برمیگرده و به یکی از بدترین شیوه های ممکن هامیالو میکشه. داستان توی ادامه با آزادی فریر واقعا جذاب پیگیری شد و بار دیگر بازی اوج گرفت. خب میرسیم به نیفلهایم، آخرین قطعه ماسکی که قرار رو پیداش کنیم و اینجا واقعا پی میبریم که سور برای سیف حاضر جونش هم بده و واقعا این دو زوج عاشق همدیگه هستن. روند هی تندتر و تندتر میشه تا اینکه فهمیدیم تیری که ما این همه مدت دیده بودیم همش قلابی بوده و در واقع اودین این همه مدت خودشو به شکل تیر در آورده بود. یکی از نکات جالبی که سانتا مونیکا رعایت کرده اینه که واقعا با مطالعه نورس به صورت عالی شخصیت اودین رو بررسی کردن و این ویژگی تغییر ظاهر اودین و حقوقش رو توی رگناروک تا حدی پیاده کردن. ولی الان اودین که میتونه خودشو به شکل تیر در بیاره، چرا خودشو شبیه شخص دیگه در نیاورد؟ چرا کریتوس رو نکشت؟ چرا توی آلفهایم کریتوس رو نجات داد در حالی که میتونست بذاره غرق شن؟ و اینجا یه نظریه دیگه پیش میاد که شاید تیری که اول بازی دیدیم همون اصلیه باشه و هنگامی که کریتوس و بقیه رفتن به سراغ نجات فریر، اودین اومده باشه و تیر رو با خودش برده باشه، توی ادامه خودش رو به شکل اون در آورده باشه. چون واقعا هم خیلی عجیب بود، یهو همه چیز تیر عوض شده بود. به هر حال میرسیم به مرگ بروک که خیلی ناراحت کننده بود و واقعا چیزی نمیشه گفت تو این باب. تو اواخر بازی هر چه جلوتر میریم هیجان بازی بیشتر میشه و توی اتحاد با شکوهی که به رهبری کریتوس انجامید ما شاهد یه صحنه رویایی شدیم. من خودم این صحنه رو به زمانی که کریتوس جنرال اسپارتان بود مثال میزنم. نظر شما چیه؟ همه چیز خوب پیش میره تو ادامه، ولی یه چیز اصلا منو خورد کرد، خیلی خورد کرد، که چرا سور توسط اودین کشته شد و این میتونست سورپرایز سانتا مونیکا برای ما باشه، چون شوکی که از این قضیه به ما وارد شد شاید در صورت کشته شدن سور توسط کریتوس به ما وارد نمیشد. به هر حال باس فایت آخر بازی با اودین هم بسیار عالی کار شده بود، ولی وقتی روی اودین توسط آتروس گرفته شد و در واقع نابودی کامل اودین توسط سیندری به دلیل خورد کردن گوی، خب شاید یکم این رو مخ خیلی رفت که چرا کریتوس توی طول بازی فقط یه خدا رو کشته که اونم به خاطر نجات پسرش بوده. همچنین اصلا ماسک چی شد؟ اون همه داستان بازی که برای ماسک پیاده شده بود چه سرنوشتی پیدا کرد؟ و تو پایان شاید بشه گفت غیر منتظر ترین پایانی که همه ما انتظار داشتیم و دیدیم. ولی خب خدا وکیلی کیف کنید، من تو یکی از ویدیوها گفته بودم قطعا رگناروک با جدایی کریتوس و آتروس همراه میشه، تئوریایی که گفتم. اما میتونم بگم که بازی با آتروس و کریتوس به طور جداگانه به پایان میرسه. ولی خیلیاتون شاید مسخره کردید. معلوم شدن سرنوشت کریتوس توی پایان سری بازی گاداوار توی نورس یکی از احساسی ترین لحظات این دوگانه نورس بود، ولی در عین حال بازم کلی سوال خالی گذاشت. و در آخر من نتیجه که از این بازی گرفتم اینه که داستان بازی خدای جنگ رگناروک خیلی سنگین و پیچیده شروع میشه و پس از گذشت چند مرحله روندی ملایم و یک نواخته رو ارائه میده. داستان این بازی پر از نکات هیجان انگیز و دیالوگ های جذابه که گیمر رو ساعت ها مشغول خودش خواهد کرد. خب به پایان ویدیو رسیدی، مرسی از همه که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این پست رو دوست داشتید جهت حمایت از ما این پست رو برای دوستای علاقه‌مند خود به بازی خود جنگ بفرستید و همینطور بگید و شما کدوم نقد رو قبول دارید و اگر نقد متفاوتی دارید توی قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو دیگر، بدرود.